آقای علیزاده، در مورد قضیه لبنان و اقتصاد و درگیری اقتصاد ایران و لبنان، حداقل تنها جاییه که طرف لبنانی مقصره، طرف ایرانی مقصر نیست. تو سوریه، عراق، بقیه واقعا کمکاری که نکردیم، فاجعه وار کار کردیم. همین سوریه، آماری که آمار درگیری اقتصاد ترکیه و سوریه و اقتصاد بازار سیاه هم هستن، این بازار رسمی نیست، چند برابر به قول معروف این مناسبات اقتصادی ما و سوریه است. ولی تو لبنان، دولت لبنان، میدونی دولت لبنان هر چقدر که مستقل باشه، به هر حال متشکل از گروه‌هایی که واقعا آمریکایی‌اند. یعنی مثلا ما تو پارلمان لبنان، توی لبنان ببینید شما، حتی ایران بخواد کمک بکنه، یعنی کمک خیریه بکنه، مثلا تو نفت و کوره بفرسته مجانی، دولت لبنان نمیپذیره از طرف آمریکا. روی این حساب در لبنان تنها جاییه که دولت ایران و ما، تجار ما، چه میدونم سیاست ما، سیاست اقتصادی ما اونجا بریه، به قول کار نمیشه کرد. این توضیح مختصر در مورد لبنان بود که چرا تراز تجاریمون باش خیلی پایینه، با توجه به بخش مهمی، نصف به قول معروف نصف لبنان عملا مستقیم و غیر مستقیم متحد ایرانه و نصف گروه های لبنانی، احزاب لبنانی. ولی خب به هر حال تحت تاثیر شدید سعودی ها، قبلا نقش سعودی کمتر شده، آمریکایی‌ها خیلی جدی‌تر شدند، به هر حال این اجازه نمیدن که ایران اعانه بده. یعنی تو فصلی که برق لبنان مثلا 7-8 ساعت قطع، ایران اگر بخواد کمک بکنه، کمک مجانی بکنه، اصلا خیلی کمک خیریه هم بکنه، دولت لبنان نمیپذیره. و حزب الله اگر یادتون باشه یه بار مجبور شد تو سوریه خارج بکنه کمک‌های ایرانو، تو سوریه به قول معروف بار رو پیاده بکنه و با کامیون به لبنان ببرش از ترس دولت لبنان از آمریکا. این توضیح بود در مورد لبنان. در مورد مناظرات و حداقل سیاست خارجی اونجایی که ما میخونیم و مطالعه میکنیم، من واقعا واقعیتش من فکر میکنم ما دو حالت داره. یا واقعا توی حوزه راهبردی ما فقر داریم، یعنی فقیریم، نمیتونیم تشریح بکنیم. ببینید مثلا اتفاقی که بعد از طوفان الاقصی افتاد، این اتفاق در تاریخ ایران، در تاریخ منطقه، تاریخ در موردش مینویسه، تغییر داده، اصلا منطقه تغییر کرده. و همچین اتفاقی، این که از قلم میفته، بهش پرداخته نمیشه، کسی براش برنامه نداره، مثلا ما میخوایم بریم از همه میشنویم میخوایم مذاکره بکنیم، آقا به پشتوانه چی میخوایم مذاکره بکنیم؟ خب بگو به پشتوانه چی میخوایم مذاکره بکنیم، بگو که در منطقه تغییر معادلات، توازن و قدرت تغییر کرد به نفع تو. آخه توازن و قدرت مثلا به نفع آمریکا چطوری تغییر کرد؟ خب آمریکا ناوهاش تونستن بر دریاها مسلط بشن، توازن و قدرت تغییر کرد به نفعش. بعد از سال 1945، سال 1954-55 هم اعلام امپراتوری کرد، به خاطر اینکه قدرت فائقه بود در منطقه. حداقل ایران به عنوان قدرت منطقی، ما تو حوزه منطقه‌ای قدرتمند نیستیم، ما نیروی فائقه شدیم، تبدیل به یک نیروی فائقه شدیم. ما در، ببینید براتون توضیح میدم، شما در یمن یک نمونه کار از ایران که آیزنهاور رو، نمیدونم تئودور روزولت و خود روزولت هی آسیب میخورن، میرن عقب، جابجا میکنن. 6 ماه این قدرت دریایی آمریکا نتونسته حل بکنه مسئله یمنی ها رو. خب شما فکرتو بکنید، شما ببینید ایران در موردش گفته میشه، این صحبت من نیست، در مورد ایران گفته میشه که باب المندب، دریای سرخ، بحر العرب، خلیج فارس و تنگه هرمز و شرق مدیترانه رو ایران میتونه درگیر بکنه، یعنی توی ارزم به حضور، توی زنجیره ترانزیتی میتونه خلل بزرگ برای 50% اقتصاد دنیا به وجود بیاره. آقا این بهش میگن قدرت فائقه؟ شما این کارت برندته. این که شما قدرت رو، ما یک تعریف سلبی از قدرت داریم، شما همیشه اقتصادت باید، نمیدونم چه، رشد اقتصادیت باید 12% باشه، رشد صنعتت باید 7%. آقا اینطوری نیست. اصلا شما میتونید ابتدا یک قدرت فائقه نظامی امنیتی باشید، بعد وارد ابعاد دیگر قدرتتون بشه. این همینی که الان داری میتونه تو رو وارد باشگاه به قول معروف اقتصادی دنیا بکنه. یعنی من واقعا میگم، من به نظر ما یه فقر داریم. اصلا من اصلا این همینی که آقا حسینم داره میگه اینقدر کمه که من نمیتونم بپذیرم که نه، ما فقر نداریم. یعنی همین گفته هایی که حالا ممکن آقای جلیلی یه 2 دقیقه وقت گذاشته باشه، لطف کرده وقت گذاشته، آقای نمیدونم قالیباف یه 2 دقیقه، اون آقای خدا حفظ بکنه، آقای پزشکیان که اصلا اطرافیانش
من اصلا واقعا نمیفهمم، والله قسم هیچ جای دنیا محاسبات حوزه استراتژیک اینطوری نیست که چقدر خرج کردیم. هیچ جای دنیا. شما الان یه کسی رو به من نشون بدید که مثلا بفهمه حوزه امنیت رو و بره بگه مثلا آمریکا در اوکراین چقدر خرج کرده، این همه سلاحی که ما دادیم در اوکراین چی شده، اوکراینی ها یک طوری این اسلحه آمریکایی ها رو سوخت کردن که میدونید مصرف خمپاره یک ماه اوکراینی ها برابری میکنه با تولید یک سال خمپاره آمریکا. این که حالا یه آدمی که امنیت رو میفهمه بیاد بگه آقا ما در اوکراین نمیدونم عایداتمون چی بوده، بله اوکراین به خاک سیاه نشد، مسئله پولی که نیست، مسئله مالی که نیست، با حوزه امنیت، مسئله ژئوپلیتیک، مسئله اینی که آیا روسیه میتواند اشراف پیدا بکند بر امنیت اروپا یا آیا آمریکا و متحدینش میتونن جلو روسیه رو بگیرن. این چرتکه‌های من واقعا دردآور. یعنی آقای فلاحتیش آدم نمیدونه سرشو به کدوم دیوار بکوبه، کجا بره گریه بکنه، سرشو چه تو بغل کی بره گریه بکنه. آخه این حرفای مزخرفی که در مورد پول دادیم، بابا شما در ما در دنیا بخوایم نخوایم خوشمون بیاد بدمون بیاد، آقا ما در دنیا تونستیم برای خودمون و متحدینمون یک بازدارندگی ایجاد کنیم. آقای علیزاده در برای اولین بار در طول چه میدونم از 1948 به بعد شما نگاه بکنید، متحدین ایران زمام مبادره رو اونا در دست دارن. این حزب الله که 8 اکتبر حمله میکنه به اسرائیل، این برای اولین بار داره اتفاق میفته. شما از حالت دفاعی تبدیل شدی به یک نیروی قاهره، به یک نیروی هجومی تبدیل شدی. شما دارید تهدید میکنید، ما داریم تهدید میکنیم. این خیلی مهمه، تو میز مذاکره مهمه، توی ذهنیت اونی که میخواد با تو بیاد مبارزه بکنه، مذاکره بکنه مهمه. هیچ کدوم از اینا رو نه اصلا بعد از عجیبه واقعا نه گفته میشه، نه اصلا انگار اصلا الان دنیا داره میگه آقا جون شما ایران این دستاوردا رو داره. خب این دستاوردا ما تازه میگیم آره حالا ما بدم نیستیم تو قدرت تونستیم، آقا بد نیست، نه اینکه بد نیستیم، آقا ما تبدیل به قدرت فائقه شدیم. شما همین الان فردا ترامپ بیاد، آقای ترامپ بیاد، این چیکار میخواد بکنه؟ میتونه به ایران حمله بکنه؟ آقا ترامپ به عنوان آدمی که تجارت محور بیزنس محور، باید قید درگیری 50% از اقتصاد دنیا، یعنی ترانزیت اقتصادی دنیا رو توی باب المندب و دریای سرخ و خلیج فارس و نمیدونم شرق مدیترانه بزنه برای مدت نامعلوم. چرا نامعلوم؟ به خاطر اینکه یمنی ها به عنوان ضعیف‌ترین از لحاظ اقتصادی و تحریم ها و جنگ 8 ساله به عنوان ضعیف‌ترین حلقه تونستن 6 ماه آمریکا رو بیچاره بکنن. آمریکا راه حلی نداره برای به قول معروف یمنی ها، هیچ راه حلی نداره، صفر راه حل، صفر دستاورد. این داشته ها رو لحاظ نداره. آخه من نمیدونم بخوای بریم مذاکره بکنی، من نمیدونم. آخه آمریکا میاد مذاکره میکنه با آیزنهاورش، با پشتوانه آیزنهاورش میاد مذاکره میکنه، با پشتوانه بمب اتمش، با پشتوانه F-35 ش، با پشتوانه دلارش، بعد تو این پشتوانه رو داری، بعد طبیعی شما بریم مذاکره بکنیم، مذاکره برای همه هم همینطورن. یعنی من الان نقدم به آقای پزشکان، حالا نقدمون بشینه که آدمای دور و برشون که واقعا نمیدونم، والله من آقای فلاحت پیشه کافیه که واقعا آدم بترسه. یعنی یک نفر مثل آقای فلاحت، اسم نمیارم، درستم نیست اسم بردم، ایشون هم حاضر نیست، ولی همین نطقی که امروز شنیدیم که ما نمیدونم به لبنان، به اصلا نمیدونم، به خدا خاک بر سری حرفا، والله خاک بر سری. آقای قریشی، من به این شکل مطرح کنم، آقای پاک توی برنامه قبلی که ما داشتیم یه جمله گفتن که نامزدها بالاخره برای یه نکته رو در نظر بگیرن و اون اینکه این انتخابات اولین انتخاباتی که بعد از طوفان الاقصی، بعد از وعده صادق و بعد از شرایطی به وجود میاد که بالاخره ایران و جمهوری اسلامی با اینکه نمیخواست این چک قدرت منطقه‌ایش رو نقد کنه، بالاخره اسرائیل تو موقعیتی قرار داد ایران رو که ایران مجبور شد نقدش کنه. یعنی ایران از داستان عین الاسد بالاخره موضع صبر استراتژیک بود، نمیخواست وارد درگیری شه. حالا شما بخشش میخواد این بحث داخلی بود، چون مثلا جامعه همراه نبود، بخشیش اون موقع دولت هم همراه نبود، برای همین ایران هم اینجوری خورد فخری زاده رو زدن، خورد این ور زدن، خورد اون ور زدن، خورد صداشو در نیورد. بالاخره اسرائیل دیگه پا رو که از گلیم اون طرف تر گذاشت، ایران یه دور جواب داد. و وقتی که ایران جواب داد به شکلی، مثلا نمیخوام تبلیغاتی حرف بزنم، میگم چون واقعا
الان تو این روزا به ویژه این مناظره ها ضعفای دولت ملت ایران هم جوری که من از دیگری میذاره بیرون. اصلا نمیخوام تبلیغاتی حرف بزنم، ولی وقتی ایران جواب داد رفت منطقه و غرب فهمیدن که آقا این طرف خیلی مشکلات داره اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی، ولی نظامی واقعا مثل این که دستش پره. یعنی ایران با دو تا نسل قبل نظامی تونست بیاد و اسرائیل رو به شکلی توش آتش بازی را بندازه و نشونه این هم اینه که اسرائیل جواب نداد به همین سادگی. و این میگم توی حداقل رسانه‌های غربی اینه که معادلات در مورد ایران رو عوض کرد. من فکر می‌کنم که خیلی اتفاقا بعد از اون افتاد، یعنی منطقه اومد به شکلی در مقابل ایران گفت می‌خوام باید کار کنیم، درسته؟ و این توی این مناظره منعکس نبود، نه فقط توسط پزشکیان و پور محمدی، حتی به شکل جلیلی و قالیباف هم که حرف می‌زدن این تقسیم بندی به قبل و بعد وعده صادق تو حرفاشون نبود. این احساس این که آقا بالاخره ما الان یه چیزی نقد کردیم و این الان میتونه توی بحث اقتصادی و بحث سیاسی و کوریدور اینها هم دست ما رو بالا ببره، درسته؟ و یه سوال دیگه ای که هست اینه که خب همین که شما میگی، یعنی مثلا حلقه ضعیف محور مقاومت، من اصلا خود محور مقاومت، حالا دوستایی که تو انگلیسی میخونن و مینویسن میدونن این کلمه axis of resistance قبلا اگرم میگفتم مثلا the so called axis of resistance، یعنی به اصطلاح محور مقاومتی که این خود ایرانی ها میگن، الان نه میگن قشنگ محور مقاومت، اسم شده محور مقاومت، یعنی یه چیزی که اعلام وجود کرده و اون طرف هم پذیرفته. آقای علیزاده ما در مرحله الان states of resistance هستیم، ولی خب کسی باور نمیکنه. دقیقاً. حالا من همه حرفم اینه که بالاخره اصلی که محور مقاومت این بخش کوچیکش، یعنی بخش کوچیکش هم یمنش هم میاد چه این کاری میکنه، خب این دیگه دیده شده دیگه. چرا تو ذهن این سیاستگزارای ایران تاثیر نداشته؟ چرا این ترجمه نشده به وضعیت در واقع اجتماعی و عمومی؟ چرا ما اون چیزی که حداقل شاید ما که مثلا خارج از ایرانیم تو هپروتیم، ما که مثلا رسانه‌های این برا میخونیم تو هپروتیم، چون این ور داره از ایران به شکل دیگه حرف میزنه بعد از این قضایا و در داخل اینا منعکس نمیشه. مثلا یه سوال خیلی مهمه اینه که چرا این حرفایی که به شکلی در سطح حداقل بحث‌ها و مباحثات ژئوپلیتیک در سطح بین الملل مطرح میشه، کشورهای عربی مطرح میشه یا تو خود غرب مطرح میشه، تو خود ایران بین تو مناظره تا به شکلی طرفدارای سپاه مثل قالیباف هم به این راحتی و یقین ازش حرف نمیزنن. آیا مثلا میترسن جامعه روشو برگردونه، فکر میکنن باورپذیر نباشه، اینقدر در موردش گلدرشت صحبت شده که کسی باور نمیکنه؟ چرا؟ من واقعا سوالم این سوالی که آیه قریشی پرسید من به این شکل میخوام مطرح کنم، کسی میتونه بهش جواب بده که این چیزی که دشمنان ایران در موردش اذعان میکنن و اونم که ایران قدرتش عوض شده و این قدرت نظامی رو حالا میتونه بره باش معامله کنه، اقتصادی کوریدوری چه میدونم. ببینید آقای علیزاده، ببینید این شوخی نیست. شما یک ضلع محورتون 8 ماه اسرائیل رو تحریم کرده، تحریم مطلق کامل، یعنی بنادر جنوب اسرائیل تعطیلن. میدونی چی میگم؟ یعنی ببینید شما کسی که میشینه توی میز مذاکره با شما تو هر حوزه‌ای باید اینا رو لحاظ بکنه، اصلا نمیتونه اینا رو لحاظ نکنه، یعنی اصلا نمیشه اینا رو لحاظ نکنه. ضمن این که شما ثابت کردی رو هیچ کدومشون مذاکره نمیکنی، یعنی امر تبدیل به امر واقع شده. این توان برای ایران خوشمون بیاد خوشمون نیاد، دوست داشته باشیم نداشته باشیم، برای اونی که میخواد بیاد روبروی من ایرانی بشینه تبدیل به امر واقع شده. یعنی یک توانایی بالفعله. یعنی اگر ایران بگه آقا اگر منو بخواید منو اذیت کنید منم اذیتتون میکنم، همین الان یمن چیکار کرده؟ 34% ترانزیت دنیا از دریای سرخ رو بسته. یمنی‌ها میگن کدوم کشتی رد بشه کدوم کشتی رد نشه. اگر یه کسی شک داشت که ایران بگه آقا من میتونم آسیب بزنم به مهاجم، روز 14 آپریل عملیش کرد، همه ناوگان‌ها و همه اسکادران‌ها و همه به قول معروف پایگاه‌های ابرقدرت‌های جهان در منطقه بسیج شدن که اسرائیل به جای 12 تا موشک 9 تا موشک بخوره. میدونید چی داره؟ این تبدیل به امر واقع شده. بعد شما در مورد اینا صحبت میکنی، نه برنامه‌ای براش داری. من والا به نظر ما اصلا دوچار فقر هستیم. یعنی من واقعا تجربه شخصیمو دارم میگم، حالا شاید اشتباهم بکنم، حالا ممکن تا ولی تجربه شخصیم با عزیزانم میگه واقعا تو حوزه راهبردی فقیریم، فقر داریم. اصلا نمیدونم، نمیخونیم، مطالعه نمیکنم، همه الحمدلله همه هم دکتر و فوق دکتران، ولی چیزی از این طرف نمیاد. من ندیدم، یعنی حداقل شما
دقیقاً نقطه قوت، قوه قاهره برای پیام به خارج، برای پیام به داخل، برای رفع نگرانی‌های داخلی، برای تشدید نگرانی‌ها برای دشمنت. همینه که ما فکر کنم تو تمام این مناظرات اگر کسی اینطوری اینا رو نشسته لیست کرده باشه، یک سه چهار دقیقه در موردش صحبت کردم گذرا. آقا تو می‌خوای مذاکره بکنی، به چه پشتوانه می‌خوای بری مذاکره بکنی؟ اقتصادت خب اقتصادت مشکل داره، به چه پشتوانه می‌خوای بری مذاکره بکنی؟ به همین پشتوانه می‌خوای بری مذاکره. میگه آقا جون من امنیت منطقه رو تضمین میدم، من و متحدینمون تسلسل به قول معروف گذرگاه ها نمیدونم ممرای آبی رو من و متحدینمون تضمین میدم، در ازاش 1-2-3-4 میخوام دیگه، همینه دیگه. بعدش هم آقای علیزاده، آمریکا 1945 امپراتوریش اعلام نکرد، یعنی ایران میخوام بهتون بگم ایران اتفاقا آگاهانه وارد بازی ها شد، آگاهانه صبر کرد و آگاهانه شورید بر این نظم عجیب غریب نکبت. آمریکا 1945 که امپراتوریش اعلام نکرد، آمریکا دقیقاً توی جنگ فرانسه و انگلستان و اسرائیل علیه مصر آمریکا امپراتوریش اعلام کرد، 48 ساعت وقت داد بهشون، گفت یا شما جنگ علیه مصر رو متوقف میکنید یا من وارد عمل میشم. اون روز امپراتوری، روز اعلام امپراتوری آمریکا بود. برای ایرانم روز 14 آوریل به هر حال ایران در منطقه تبدیل به یک قوه قاهره شده، تنها هم هست. یعنی شما رفتار ترکا رو نگاه بکن، ترکیه دارن دنبال میکنن که بگن ما عقب نیفتادیم، حماس رو دعوت میکنن، اسماعیل هنیه رو بغل میکنن، پشت به اسرائیل میدن که بگن ما از ایران عقب نیفتادیم، و از ایران عقب افتادن، میدونن از ایران عقب افتادن. ببخشید، ما قبول داریم که حالا بشه که این مناظره مناظره قدرتی که مثلا قاهره شده نیستش، مناظره هیچ کی گردن نمیگیره قدرت نظامی ایران رو.